این بنای فوق العاده زیبا که شبیه یک مشعله در شهر سان دیگو توسط ایرانی ها، توسط یک آرشیتکت ایرانی به نام آقای سیامک حریری معماری و بنا شده که فوق العاده بنای زیبایی است. شبها مثل یک ستاره می درخشه و در یک منطقه در ارتفاعات شهر سان دیگو قرار گرفته و در نتیجه تمام مردم شهر شبه هنگام دیگه این بنای نمادین رو میبینن که توسط آقای مهندس سیامک حریری ساخته شد. و میدونیم که ایرانی ها، ایرانیان بهایی در چندین کشور دنیا بناهای زیبای نمادین ایجاد کردن برای زیارت پیروان همه ادیان، یعنی استثنایی قائل نمیشن که مثلا ویژه بهایی هاست، چه در شیکاگو، چه در اشخاباد، چه در این بنای زیبای لوتوس که توسط دکتر مهندس صحبا ساخته شده که در همین برنامه در استودیو ایران فردا بهش گفتگو کردیم، سازنده این بناست که الان پربیننده ترینه، حتی بیشتر از تاج محل، حتی بیشتر از تاج محل، یعنی بنای لوتوس هم میهنانه. از کی خواهش کردم؟ از آقای دکتر قاسم بیات عزیز یاد راجع به این بناهای نمادینی که ایرانی ها در سراسر دنیا ساختن، از جمله پیش از انقلاب این بنای شهیاد که یکی از زیباترین بناهای موجوده و تبدیل شده به بنای نمادین پایتخت ایران، تختگاه ایران، تختگاه ایران. درود بر شما عزیز، خیلی خوش آمدی. درود بر شما جناب بیبودی، خیلی متشکرم که من رو دعوت کردین. ممنونه. در این باری بیان با شما. به من بفرمایید این ساختمان نمادین زیبایی که شب هنگام میدرخشه مثل چلچراغ در شهر، چند هزینه شده؟ این خیلی جالب. خمیانم خوب گوش کنید. راستش قیمتش بسیار کمتر از یه ساختمون درجه بالا در شهر لس آنجلس، یعنی یه خونه حدود 27 میلیون دلار. کل هزینه در تمام این سال، یعنی این پولی است که صرف خرید زمین شده در یک منطقه مرتفع در سان دیگو در شهر شیلی. اینجا شما گاه یک پنت هاوس رو در همین لس آنجلس نمیتونید با 27 میلیون دلار بخرید. بیشتره. یا آقای ایرانی آمده توی مالیبو و خانه خریده متعلق به آقای اسپیلبرگ 92 میلیون دلار. بفرمایید. بله، عرض کنم خب هدف از اینها البته چیز دیگه ای هست. هدف این نیایشگاه ها این هست که پیروان همه ادیان از هر باوری و بدون باور بتونن در اونجا بیان و در یک محیط بسیار زیبا که معمولا باغهای وسیع همه اینها دارن، 20 ایکر، 50 ایکر، 70 ایکر باغهای این نیایشگاه هست، قدم میزنن، اعصابشون آروم میشه، بعد به درون این نیایشگاه ها میرن که درش هیچ نوع تصویری چیزی وجود نداره، مجسمه ای نیست، اونجا مینشینن و هر کس با خدای خودش یا با هر نیروی که فکر میکنه، مسلمان باشه، زرتشتی باشه، عباسیی باشه، بله بله، این بودایی باشه، بهایی ها فقط وظیفه ساختنش و نگهداریشو دارن وگرنه برای دیگران بازه و برای همه بازه، برای همیشه باز. اصلا اصرار بر همین هست، در اونجا هیچ سخنرانی انجام نمیشه و هر کس میتونه بیاد هر نوع از آیاتی از دین خودش بخونه، از باور خودش بخونه، کاملا آزاد و مسلم. مراسم افتتاحیش هم خیلی جالب بود. 4-5 نفر رفته بودن. بله بله بله، فوق العاده. عکساشو داری؟ من یه تعدادی از عکساشو دارم که خدمتتون نشون میدم. عرض کنم که برای افتتاح اول خود این ساختمان خیلی جالبه. این در یکی از زلزله خیزترین جاهای دنیا ساخته شده. جالب. و به این دلیل بله سان دیگو، بله زلزله، بله بله. و این روی کوهپایه های اند قرار گرفته که بهش اندیز میگن و این کوهپایه ها فوق العاده لرزانن، همیشه میلرزن، در نتیجه این بنا رو بسیار سبک ساختن. لوله های استیل فلزی هست و بعد در لایه های این لوله های فلزی متعدد که همونطور که شما فرمودین مثل یک گل لاله است.
با گلبرگ های مختلف. من البته بیشتر مثل یک کشتی میبینمش با تعدادی بادبان مختلف، ولی در عمل همش هم شبیه مشعل دیگه، در شب مشعل، شبیه مشعل وقتی که در شب روشنه و در روز هم خوب روشنه و همه این روی یک پایه قرار گرفته که این پایه تمام لرزش های زمین رو جذب میکنه. در نتیجه میدونیم که لااقل برای 400 سال آینده این ساختمان اونجا خواهد بود. یعنی زلزله 10 ریشتری هم اگه بیفته اتفاقی نمیفته، این برای اون ساخته شده. اون وقت مردمی که به اینجا اومدن، چون از اونجایی که این فقط 5000 نفر بیشتر نمیتونستن در اونجا شرکت بکنن، از همه دنیا افراد تقاضا کردن و رفتن و از هر عده زیاد یک نفر دو نفر رو به حکم قرعه انتخاب کردن و اینها اومدن رفتن اونجا. از همه نژادهای عالم رئیس جمهور هم رفت. رئیس جمهور برای افتتاحش آمد. بله رئیس جمهور برای افتتاحش کاش از ایران هم هیئت‌های می‌رفتن. بالاخره ساختمان متعلق به ایرانی هاست. من مطمئن هستم در آینده اینطور خواهد شد. میشه. در ایران این افتخاری برای فرهنگ و میهن ماست، چون این آیین نهایتاً خواستگاهش ایرانه. بلست. پیامبرش ایرانی بوده. متونش بسیاریش به زبان فارسی زیباست و امیدوار هستم که در آینده مردم ما اولا به همون کمان که میدونم بسیاری از مردم ما به دیدن از ایران به دیدن نیلوفر آبی میرن. بله هندوستان بله یکی از چیزهای توریستیه یکی از آدرس های توریستی آژانس هاست در ایران. بله. خب اینم یکی دیگه از راه هایی هست که ما برای ایران داریم اون چقدر خزینه شده درسته 5 میلیون فوقلاده کمتر فوقلاده کمتر بله فوقلاده شاید همونطور که فرمون یک چهارم یک پنجم اون آخه خیلی از کارهایی که انجام میشه اینا همه از روی عشق و محبت و داوطلبانه است. افراد نمیرن اونجا میخوان پول در بیارن، میان اونجا میخوان یک کاری بکنن که تا هزارهای آینده این اونجا یادگاری هست، نمادی هست از عشق و محبت انسانی و نمادی هست از این هدف که یگانگی عالم بشری است. به این دلیل به اونجا میان. این درسته که قرار بود یک بنای نمادین هم در خود تهران ساخته بشه و نشد. بله کاملا درسته؟ کاملا نقشش هم داری؟ نقشش رو داریم. داریم؟ بله من نشد. کجا قرار بود ساخته بشه؟ در روی کوهپایه هایی که در درست مشرف به تهرانه که شما از همه جای تهران میتونستید ببینید، کما که این بنا رو هم شما این بنای شیلی رو از همه جای, از همه جای تهران هم همینطور بود، منتها خب زمینش رو تصرف کردن و حالا چی کارش کردن من نمیدونم. بلی نقشش هست. بلی نقشش. چی قرار بسازه؟ سازنده؟ سازنده ایران در ایران. نه نه ایرانی. کی؟ کدام مهندس؟ مثلا میدونیم اسمشو اون به اون مرحله نرسید. نرسید به اون مرحله نرسید. طرحش آماده شده بود. بله. حالا منتظره طرح اون ساختمان رو. بله میسن ریمی تهیه کرد، چارلز میسن ریمی، که ایشون طرح دو سه تا از مشاور لشکرهای دیگر دنیا رو هم تهیه کردن از این نیایشگاه ها. طرحش تهیه شد و بسیار هم زیباست. منتها وقتی که به مرحله ساختن بره اون آخرین تغییرات در طرح انجام میشه که همه چیزها مناسب باشه برای محیطی که قرار ساخته میشه. ولی انقلاب شده نشد. بله، بله. اولین درست در اشخابات ساخته شده همینطوره. اولین نیایشگاه بهایی در سال 1912 در اشخابات ساخته شد. ببخشید 1908 1908 از 2 تا 1908 طول کشید. و بنای اون یک ایرانی بود. دوره انقلاب اول در بله. روسیه بود. بله. خیلی جالبه. و خیلی جالبه که روس‌ها در دوره روسیه تزاری انجام شد و روس‌ها نهایت احترام رو بهش داشتن، چون اشخاباد در اون زمان بیش از 1000 نفر بهایی در زندگی می‌کردن در اشخاباد. بله. اون زمان و در دور این این نیایشگاه انواع و اقسام امکانات دیگه مثل بیمارستان، مدرسه، نگهداری از سالمندان و غیره هم تأسیس شده بود و این شده بود مرکزی برای اون جامعه و هر کسی دیگه که نیاز به کمک اونها داشت. و این ساختمان تا 1928 انحصاری که نبود مثل حالا. نخیر در به روی همه پیرو همه. اصلا طرح این که این نیایشگاه ها ساخته بشه در کتاب اقدس بهایی است که حضرت بهاءالله میفرمایند که شما بله بله در هر شهر و در هر روستا حتی باید ساخته بشه در آینده. منتها چون امکانات مالیشو نداشتیم فعلا یک دونه در هر قاره ساختیم. یک دونه در هر قاره در افریقا ساختیم، در
آسیا ساخته. در افریقا کجا ساخته؟ در افریقا در شهر کامپالا. کامپالا درست. بله کامپالا در کشور اوگانداست که اون هم حقیقتاً زیباست. بله حقیقتاً زیباست. خود شما رفتی؟ من نخیر، من فقط اینها رو در فیلم زیاد دیدم. در فیلم؟ بله. من اونو کی ساخته؟ در کامپالا. میتونم الان کامپالا رو خدمتتون بگم، نمایشگاه کامپالا رو. بله. ولی کی مهندسان ایرانی اینا رو ساختن؟ بله. اغلبم جوان و واقعا جوانیشون رو در این راه گذاشتن. نیایشگاه کامپالا هم طراحش چارلز میسن ریمی بود. او. و اون در سال 1962 ساخته شد و این ساختمان بسیار زیباست. موادش از آلمان و بلژیک و خود اوگاندا تعیین شد. سنگهاش و اینها از مواد بومی استفاده. استفاده شد و بعد شیشه های رنگیش رو از آلمان آوردن و بعد اون کاشی های گنبد اون رو از ایتالیا. بله اون اوگاندا هم حقیقتا جالبه که برای اونجا بود. بعد یکی در ایتالیا در استرالیا ساخته شد، در سیدنی. که اون هم بر فراز اقیانوس آرام نگاه داره، بازم با 20 با چه هزینه ای؟ همشون باید در حدود چند میلیون باشن. من فکر میکنم 3-4 میلیون، هیچ کدوم بیشتر تجاوز نکردن. بله سیدنی استرالیا حقیقتا زیباست. تمام این 20 ایکر باقی که داره پر از گیاهان و درخت های بومی محل هست و اونجا هم خب یکی از بازدید محل های بازدید همه مردم اون سرزمین هست. بله و بعد یکی در ساموا ساختیم برای اقیانوسیه که شامل کشورهای فراوان هست و اون که در ساموا ساخته شد به وسیله پادشاه، الان سال ساموا هم خدمتتون میگم، در ساموا در سال 1984 ساخته شد و اون اونجا اصلا بهایی شدیم. بله اصلا پادشاه اونجا و کابینش و عده از اعضای پارلمانش و خود این پادشاه برای افتتاح این معبد اومد. منتها این هم با یکی از اون نمودهای آیین بهایی است که آیین در حکومت دخالت نمی‌کنه. ایشون پادشاه شد، به حکومتش ادامه داد. خب انسان بسیار جالبی هم بوده خودش. بله یعنی مذهب دخالت نمیده در کارش. بله. این یکی از اصولی ترین باورهای بهایی است که هر بار مذهب در سیاست دخالت کنه یا سیاست در مذهب، هر دو خراب میشد. بنابراین شما تابع سکولاریسم. سکولاریسم یعنی کامل تا اونجایی که مربوطه به حکومت هست. منتها خب ما حکومت اخلاقی میخواییم و این حکومت اخلاقی، اصول اخلاقی واقعا در اصل بین همه ادیان یکیه. محبت و عشق و صفا و برادری و عدالت و انصاف اصلش فرق نمیکنه. و بعد همه اینها امروزه در منشور جهانی حقوق بشر تعریف شدن. یعنی دیگه لازم نیست من بیام بگم عدالت چیه، در اونجا تعریف شده. توصیه باید راجب اسلحه چیه؟ جنگ افزار. یک بهایی حق حمل اسلحه نداره به همین سادگی، چون ما باورمون این هست که نهایتا عالم باید به خلع سلاح عمومی برسه. اگر ما میخواییم به خلع سلاح عمومی برسیم، یعنی باید ارتش ها اصلا کنار برن، حکومت ها فقط پاسبان داشته باشن برای نظم داخلی و یک قوای بین المللی تأسیس برای خلع سلاح. بله بله برای خلع سلاح. جهاد چی؟ در جهاد اولین دستور حضرت بهاءالله نسخ جهاد بود. فلان به جهاد هم باور نداره. نخیر اصلا حضرت به روحانیت هم که باور نداره. این آیینی هست که اصلا روحانی نداره. حضرت بهاءالله فرمودن که روحانیان در طول تاریخ مسبب بسیاری از مشکلات در ادیان و بین ادیان بودند. بنابراین این آیینی هست که درش روحانی نیست. مدیران جامعه داریم که اونا رو ما به صورت دموکراتیک با رأی شخصی خصوصی انتخاب میکنیم. مخفی؟ مخفی. یعنی حتی زن و شوهر هم با هم دیگه درباره. حالا بعدا برسیم به بعدی. خواهش میکنم. بناهای نومادین. بناهای نومادین یکی دیگه که میتونم صحبت کنم راجب پاناماست. پاناما. بله. پاناما در امریکای جنوبی، امریکای مرکزی قرار گرفته که در شهر پاناما سیتی قرار گرفته. پادشاه فقید ایران به اونجا رفته بود در آخرین روزهای حیاتش. بله. بله. این در سال 1972 ساخته شد. و خود اون هم بسیار زیباست، شبیه یک تخم مرغ بسیار بزرگه عزه. که روی سنگ هایی قرار گرفته که همه محلی هن. باغ های بسیار فراوانی داره که این باغ ها از اونجا از اون بله بله عزمان. بله من این تصویر ها رو آوردم که همه اونا رو نشون بدیم. مردم بومی، مردم محل هیچ مقاومتی نکردن تخریب بکنن به هیچ عنوان. نکته جالب در بال ماست این کارها.
راستش از یک مقدارش یک مقداری زیر سر رهبران مذهبی بوده، وگرنه مردم هم نمی کردن. مثلا در ایران اگر آقای فلسفی و جناب آیت الله بروجردی وارد عمل نمی شدند، این حضرت قدس بهایان تهران رو کسی کارش نداشت. سالها اونجا بود برای دهه ها، ولی وقتی اونها مصمم شدند که بیاین یک چنین کاری رو بکنن، میبینیم که مردم رو شروندن و پادشاه وقتم ناچار بود موافقت کنه، راهی براش نمونده بود. بله، در نتیجه همه جای دنیا اگر شما برید میبینید که این نیایشگاه ها اصلا یکی از جاهای زیبایی هست که مردم میرن. بله، دونه دونه اونها به این محل ها میرن. بعدیش کجاست؟ بعدیش عرض کنم که من میتونم نیایشگاه آلمان رو خدمتتون بگم. آلمان در در خارج شهر فرانکفورت در یک دهکده‌ای به اسم لنگنهایم. لنگنهایم، بله، درست خارج شهر فرانکفورت، بین ماینز راس، بله، شما با آلمان، بین فرانکفورت هم، بله، لنگنهایم، لنگنهایم، بله. اون وقت این بنا در سال 1968 ساخته شد و باز هم یکی از بناهای جالبی هست که مردم آلمان میرن اونجا، باغ‌های وسیع فراوان داره. چی ساخته شده؟ 1968. فکر کنید من ایرونی بیخبرم، با اینکه سالها در اونجا زندگی کردم، قاطعا باید برم اونجا رو ببینم. مثلا در این بنای دوم، این به اصطلاح کلیسای معروف هزار ساله‌ای که در شهر کلنی و یکی از نقاط بناهای دیدنی دنیا است، آثاری از ایرانی‌ها در اونجا زندگی، اون سماقی که مسیحیت رو بشارت دادن در اونجا میان دفنن و ما نمیدونستیم، ما بیخبر. یعنی ایرانی ها میرن تو این و نمیپرسن. حتما وقتی در شبیه مرید بپرسید. حالا فرض رد کنیم. پای همبدران خودتون رو در 2000 سال پیش میبینید. فرض کنیم در اونجا دفن نیستن. همین که یک چنین چیزی رو میگن نشانه ارتباطشون با ماست. اصلا اعلام میشه سموق ایرانی. بله؟ سموق ایرانی که مسیح رو قبل از تولد مسیح بشارت داده بله. بودن. بله. در اونجا شما جای پاشون رو خواهید. کاملا. خب. و خب چقدر هزینش داری؟ فرانکفورت اونم بسیار کمه، اینا همشون در حدود 2 میلیون هستن. سازنده ایرانیه؟ سازنده نیایشگاه آلمان، اجازه بفرمایید من اسمش رو دارم. بله، آقای توتو روشل، ملیت ایشون رو من نمیدونم، ایرانی نیستن، ممکن آلمانی باشه. توتو اعتبارا آفریقاییه. توتو ها، توتو، توتو روشل. توتو، بله، توتو ممکنه فرانسوی روشل، بله، یا ممکن ایتالیایی. و این بنا بسیار جالبه، این بنا از آهن و آلومینیوم و شیشه ساخته شده. آهنو. و به طریقه ای ساخته شده که 540 پنجره داره، که یعنی در تمام روز شما نور در درون این دارین و وقتی که شب چراغ‌های درون این روشن میشه، از بیرون که نگاه کنید مثل یک گنبد نور هست. بله. ولی اولین مشرق از کار که ما همون نیایشگاه بهایی هست که ساخته شد بعد از عشق‌آباد، در خارج شهر شیکاگو در کنار دریاچه میشیگان هست که در دهکده ویلمت هست، که ساختمان اون بسیار سخت بود. خیلی زیباست. در 1912 وقتی که حضرت عبدالبها به امریکا تشریف آوردن، ایشون سنگ زیربناش رو گذاشتند، ولی این بنا تا سال 1953 طول کشید ساختمانش. به دلیل جنگ به دلیل جنگ اول و جنگ دوم جهانی ساختمانش تا سال 1952 طول کشید و حقیقتا یکی از نمادهای امریکاست اصلا، در چیز که نگاه کنین که در همه دنیا و بازدید کنندگانش، من بارها بودم اونجا، بازدید کنندگانش سفید سیاه دیدم، همه ما به همراه خانم مهرانگیز کار، بل، آقای معینی جیلویز، بل، و آقای مریدی که وزیر هستن در کابینه در کانادا و نماینده مجلس بودن، متفقا از این ساختمان می ساختمون دیدیم و چقدر زیبا و غلاده زیبا. من باشم کردم همه باهایی بعد نگاه کردم نخیر، مسیحا هستن، سیاه پوستا آمده بودن، هندی ها آمده بودن، خیلی ها بودن، خیلی روس. خیلی روس از اروپای شرقی فرقابان بیان بودن. ولی اون قسمت پایین زیر زمین دیدم که کتابخونه هست، نمایشگاه هست که تاریخ ساختمان رو نشون میده، و یه خانم ایرانی هم اونجا اداره میکنه. همیشه ببینین تمام این تأسیسات به وسیله داوطلب‌ها اداره میشه و داوطلب‌ها از سراسر دنیا
پول که نمیگیرن، احتمالاً برای فقط اون هزینه مقدماتی زندگی، وگرنه فقط برای اینکه بتونن اونجا باشن. و خیلی هاشون هم جوانها هستن که جوانها قبل از اینکه به دانشگاه برن یا بعد از اینکه دوره دانشگاه رو تمام میکنن، یک یا دو سال رو میان در این جاهای مختلف میرن و صرف خدمت میکنن. چون اصلا تعریف دین از دید بهائی این هست که این یک وسیله ای هست برای ساختن انسان، برای ساختن انسان برای درک هدف خدمت به عالم بشری. بنابراین شما نمیتونید بگید من یک بهائی هستم ولی تمام عمرم فقط برای خودم صرف کردم. برای این ماجرای میدان شهیاد تناقض جالب و جذابی داره. یه بهائی رو ساخته آقای حسین امانت اونجا رو، و چقدر جوان، چقدر جوان بوده. و بعد امروز در ایران جمهوری اسلامی برقراره، جمهوری اسلامی جشنهاش اونجا برگزار میکنه، کسی هم مدعی نیست، جشنهاش اونجا برگزار میکنه، از اونجا با عنوان میدان آزادی یاد میشه و تاریخ هم سرگرم گشت و گذار خودشه دیگه. خب یکی دلایلش دیگه ما ادعای روی چی نداریم، ما ادعای نداریم، یک چیزی ساختیم برای بشر، دارن ازش استفاده میکنن به هر طریقی که خودشون تونستن. احتمالاً بهائیان ایران هم میرن توی اون قدم میزنن مثل بقیه و هوای آزادی رو استنشاق میکنن، حالا تا وقتی که بشود آزادی برای همه همیهنان. چقدر خوب یادم تفکر غیر مذهبی داشت. بله. چقدر خوب. مذهبش برای خودش رو از اون تو قفسه سینه، فکرش غیر مذهبی و رابطش با دیگران. خب بعدی چی؟ بعدی کجا؟ خب ما نه تا مشرق الاذکار و نه تا نیایشگاه رو شمردیم. خب و من عکس های فراوان برای شما آوردم که در همه اینها گذاشته خواهد شد که با هم ببینیم عزیزان. بله که با هم بتونیم اینها رو همه رو ببینیم. فوق العاده. خب یک چیزی که در همه اینها مشترکه، یعنی دو چیز، یکی این که همه اینها دارای نه در هستند. ای همه نه در ورودی دارن. و این نه در این هر در هم نماینده یک دینه دیگه نیست، نماینده همه بشریته. همه بشریت. چون نه بالاترین عدد، قبل از اینکه به ده برسیم ده باز میشه صفر و یک، یعنی همه. گذشته این البته خب عدد نه از نظر حساب ابجد معادل عدد بهاست که اون هم باز نوعه. از نظر ما این برای همه بشریت ساخته، برای همین ما نه در اونجا میذاریم، یعنی همه، هر دیانتی که شما فکر کنین میتونن توش بیان. و دیگه اینی که ترکیب ساختمان اینها ترکیبی است از معماری اسلامی و معماری غربی و معماری های محلی. از نظر مواد از همه اینها دارای یک گنبد هستن، چون میبینیم معماری غربی و معماری یعنی روحانی غربی و معماری های اسلامی همه دارای گنبد هستن. منتها فقط این یک گنبد نیست، به صورت گلهای مختلف، به صورت مشعل، به صورت کشتی، به صورت‌های مختلف خودش رو عرضه میکنه که اینها خب در حد استعداد و عشق و شوق و تخیل طراح اینهاست. ببینم مثلا در مورد این لوتوس که در هندوستانه، که این هم بیننده داره میگن بیشتر از تاج محل بازدید کننده داره، ورودی که گرفته عکس نمیشه از کسی. یک چیزی که در تمام محلهای بهایی مشترکه، هیچ کدوم پولی نیستند، نه پولی از کسی گرفته میشه در این زمینه ها، نه پولی به کسی داره، اصلا نه صحبت پول میشه. و خب این خیلی مهمه از نظر ما. بله. برای خاطر اینکه میدونن میتونن بیان اینجا برای نیایش، برای راز و نیاز با خداوندشون، یا در باغهای زیبای اون یا در درون این ساختمان ها. مثلا ساختمان همین نیایشگاه ویلمت، شما اگر برین درش سمبل ستاره داوود هست، سمبل صلیب مسیحی هست و سمبل ماه و ستاره اسلامی هست و سمبل آیین بودایی و هندو هم هست که به صورت اون چرخک شکسته‌ای هست که اونها دارند، مثل صلیب شکسته که اون هم سمبل اونهاست که در اونجا هست. اینی که ما عملا هم در زبان، هم در عمل و هم در باور این رو واقعا برای دنیا ساختیم، همشون رو. بله. مثلا در مورد هند، همون لوتوس، برای لوتوس من وقتی با آقای صحبا صحبت میکردم، خب هند جغرافی های درگیری های مذهبی همیشه بوده، مثلا بین هندوها و مسلمان ها. یکی از نگرانی های این بود که در طول ساخت این بنا و بعدش که خب هم به شهرت رسید، به شهرت جهانی رسید و هم این همه بازدید کننده داره است، گفتم هیچ وقت
حادثه ای رخ داد که نشانه مثلا خشم یک گروه باشه، علاقه داشته باشن. یک گفت هرگز، درست برعکس. تقریبا تمامی مذاهب ادیان موجود در هند که تعدادشون هم بیشماره، همه هم اینجا رو دوست دارن، هم اینجا رو محلی از آن خودشون میدونن. ولی گل لوتس خیلی گل جالبیه، این در گلزار میرویه ولی سفید و خالص بر فراز اون آب که تمیز نیست میرویه، نیلوفر آبی. نیلوفر آبی و این نیلوفر آبی سمبولیست به عنوان زیبایی و پاکی برای همه مردم هند از هر باوری که باشند. در نتیجه و چون ما ادعای تملک هم نداریم، یعنی اینها رو ما باز میکنیم برای همه، فقط ما ازش مواظبت میکنیم، یعنی ما وظیفه داریم اینها رو تمیز نگه داریم، مرتب نگه داریم، کسی احساس نمیکنه باید باشون به جنگ. خیلی متشکرم از اینکه گفتم آقای دشبایت، خیلی ممنون. خیلی ساختمانت زیبا بود، فوق العاده در سان دیگو. همینطور خسته نباشن، دست مریضا، تمام ایرانیانی که بالاخره دارن یک نشانی چیزی از خودشون در نقطه ای از دنیا به جا میگذارن. بله، ایشون خودشون هم انسان بسیار جالبی هستن. من چند فیلم ازشون دیدم. حالا بهش گفتگو میکنیم، ترتیبش میدیم. بسیار انسان جالبی هستن. تشکر. منم خیلی متشکرم از شما جناب میبودی و بینندگان عزیز این برنامه.